با درود و سپاس از شما برای توجهتون به این برنامه. در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد در خدمت شما عزیزان هستیم. از توجه شما ممنونیم و خیلی خوشحالیم که میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم، برای سوالاتی که میفرستید، برای اون ایمیلایی که برای ما ارسال میکنید. ما امروز وقت گذاشتیم که با هم دیگه به اتفاق دوست بسیار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی با هم دیگه بتونیم سوالات شما عزیزان رو جواب بدیم. ساسان جان شما سلام عزیزم، مرسی و منم خوشحالم که داریم این برنامه‌ها رو با هم انجام میدیم. خواهش میکنم. در ادامه سوالاتی که دوستان عزیز ما فرستاده بودن و ارسال کرده بودن، همون سوالی که دوست عزیز فرستاده بود در رابطه با الهام کتاب مقدس، چگونگی الهام، شما چندین جلسه رو ما داریم، بله. چند هفته خوب وقت می‌ذاریم روی موضوع الهام کلام خدا، بله. و امیدوارم که این دوستی که این سوال از ما کرده خسته نشده باشه از این سوال، ولی من توی سفر قبلی که اومدیم در عرض یه هفته این برنامه‌ها رو ما تو استودیو با هم درست می‌کنیم، عزیزان شاید دیده باشن برنامه رو، تو دو جلسه این موضوع الهامی بودن کلام خدا رو مطرح کردیم، صحیح. ولی احساس کردم که ارزش داره که تو این سفر که من برگشتم برای برنامه‌های جدید ما این موضوع رو بیشتر باز بکنیم، صحیح. چون می‌بینم واقعا من خودم تو این همه سال برنامه‌های تلویزیونی زیاد ندیدم عزیزان توی تعالیمشون این موضوع رو خیلی باز کرده باشن، و به خصوص از ایران هم بالاخره پیش‌فرض‌های فرهنگی و دینی زیادی ما داریم، بله. که الهام چیه، وحی چیه، اگر کلمه خدا، کلام خدا باید چه شکل و قیافه‌ای داشته باشه. واسه همینه که به نظر من امیدوارم که بحث‌های مفیدی بوده باشه تا حالا برای عزیزان که ما این بحث رو باز کرده باشیم. تو این برنامه‌هایی که داریم در درباره الهام کلام خدا صحبت می‌کنیم، من دارم از کتابی استفاده می‌کنم، تیتر کتابش هست A General Introduction to the Bible، مقدمه عمومی به کتاب مقدس. دکتر گایستر این کتاب رو نوشته، کتاب خیلی قدیمی و کلاسیکی هست ولی من خوشم میاد از تنظیم بندیش. حالا من میخوام رضا جان از شما میخوام خیلی آیه برای ما نگاه بکنی تو این برنامه، ولی من میخوام دو تا فصل این کتاب رو با هم خلاصه بکنم توی این جلسه، امیدوارم از پس این کار بر بیاییم. ولی دو تا فصل این کتاب که نگاه میکنه، فصل 5 و 6 این کتاب، به اینکه ادعاهای یعنی ادعاهای عهد عتیق درباره خودش، بله، که چه جز این وارد این مقدار جزئیات می‌خوایم بشیم که کتاب‌های عهد عتیق چه ادعاهای خودشون دارن. ما آیه خوندیم از عهد جدید که تمام کتب الهام گرفته از خداست، نمی‌دونم این حرفا، ولی می‌خوایم واقعا به جزئیات قسمت‌های عهد عتیق نگاه بکنیم، صحیح. که عهد عتیق خودش چین درباره خودش داره میگه، و بعد یه مقدار دوباره به جزئیات بیشتر از عهد جدید نسبت به عهد عتیق. اینو میگم، قبلا هم گفتیم ولی هی داریم این مسئله رو بیشتر و بیشتر باز میکنیم، صحیح. که ما فقط میگم چون خیلی وقتش وقتی یه دوست ایرانی شاید کتاب مقدس رو باز بکنه به خاطر اون زمینه دینی اسلامی، کلام خدا فقط اون حالتیه که تو قرآن همیشه مثلا شنیده، اون یعنی از خدا، خدا میگه قول بگو و بعد یه جمله میاد، ولی ببینیم کتاب مقدس اینطوری نیست خیلی وقتا. پس چطوری میشه که این بگیم این الهامه، این کلام خداست؟ پس این موضوع رو باید باز بکنیم. تو خودت هم برخورد کردی با خیلی ها توی افرادی که درس میدی، شاگرد سازی میکنی با این موضوع، بله، با این دیدگاه که تصورشون اینه که کتاب مقدس حتما باید یه کتابی باشه که از اون بالا بیفته پایین و یکی بگه قول به قول شما و بقیه اجرا کنن، و این رو میگن که این آری از خطاست و این دیگه این الهامیه، یعنی تصور از الهام و وحی یعنی این، بله. توی جامعه که ما زندگی می‌کنیم، بله. ولی میبینیم که بله کتاب مقدس، ولی میخوایم ببینیم که نه، بارها گفتیم شکل‌های ادبی مختلفی داره، توش تاریخ هست، شعر هست، شجره نامه هست، نبوت هست، دستور و احکام هست، سبک‌های مختلف ادبیاتی، بله. هست. پس انواع و اقسام اینا همه توی کتاب مقدس هست، ولی همه این قسمت‌ها هم ما ایمان داریم بر طبق ادعای خود کلام خدا که الهام شده از روح خداست، بله. و افراد با به دل بخواهی خودشون فقط اینا رو ننوشتن، بلکه زیر نظارت و هدایت روح خدا این نوشته ها مکتوب شده. حالا وقتی نگاه میکنیم، میگم خیلی باید سریع بگذاریم از خیلی از این قسمت ها، ولی دکتر گایستر دونه به دونه به قسمت های عهد عتیق نگاه میکنه که چه ادعاهایی تو خود این کتاب هست. تو پیدایش هیچ ادعایی نداره، خود کتاب پیدایش
کتاب اول تورات و عهد عتیق که این کلام خداست، ولی داستان داستان خداست، داستان کار خدا، خلقت خدا، رابطه خدا با انسان‌های اولیه، دعوت خدا به ابراهیم، داستان آغازها و ابتداها. آره، پس محور اصلی خدا و شخصیت خدا و کارهای خداست. ولی تمام این پنج کتاب تورات رو خب نویسندش موسی زیر الهام خدا نوشته و از کتاب بعدی کتاب تورات، از کتاب خروج، ما میبینیم این صحبت خود خدا که بنویس موسی، حرفای خود خدا رو مستقیم موسی داره رکورد میکنه، ضبط میکنه. مثلا خروج، لطفاً خروج فصل 20 آیه 1، خروج فصل 20 آیه 1 و خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت. آره، پس اینجا می‌بینیم که یه جایی که خود خدا داره مستقیم حرف می‌زنه، یعنی یه قسمتای کتاب مقدس نقل قول صحبت مستقیم خود خداست. بله. یه قسمتایی هم روح خدا هدایت کرده نویسنده‌ها درباره تاریخ کارهای خدا بنویسن، مزامیر که مثلا شعر انسان به خدا، ولی اون هم زیر نظارت روح خدا اون متون نوشته شده. پس یا مثلا خروج 35:1 رو لطفا بخون. خروج 35:1. آها، بله. و موسی تمام جماعت بنی اسرائیل را جمع کرده بدیشان گفت این است سخنانی که خداوند امر فرموده است که آنها را بکنه. پس ببینیم دائم اشاره به خدا گفت، سخنان خدا، خدا تکلم کرد. آیات دیگه ای هست ازش میگذرم، بریم به کتاب لاویان لطفاً. کتاب لاویان فصل 1 آیه 1، لاویان 1:1. و خداوند موسی را خواند و او را از خیمه اجتماع خطاب کرده گفت. گفت، پس دوباره اصلا فصل 1 آیه 1 خدا صحبت میکنه و شروع میکنه به موسی حرف زدن. اعداد رو لطفاً نگاه بکن. بله، اعداد 1:1. و در روز اول ماه دوم از سال دوم از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر، خداوند در بیابان سینا در خیمه اجتماع موسی را خطاب کرده گفت. پس دوباره می‌بینیم که فصل به همین کتاب به کتاب تورات داره صحبت‌های خدا را مطرح می‌کنه. البته میگم همه بقیه کتاب صحبت خدا نیست. بله. اتفاقاتی که واسه قوم اسرائیل هم می‌افته، ولی می‌بینیم که خدا محور اصلی همه این کارهاست. خدا و رابطه خدا با قوم اسرائیل و رابطه‌ای که خدا می‌خواد با انسان برقرار کنه. کتاب تثنیه، کتاب پنجم تورات رو هم لطفاً تثنیه فصل 4 آیه 2. تثنیه 4:2 بر کلامی که من به شما امر می‌فرمایم چیزی میفزایید و چیزی از آن کم منمایید. آره. تا اوامر یهوه خدای خود را که به شما امر می‌فرمایم نگاه دارید. آره، یعنی ببین اینجا موسی داره حرف میزنه، حرفایی که بزنم رو ازش کم و زیاد نکنید تا اوامر خدا رو درست انجام بدید. یعنی موسی داره میگه تعالیمی که داره از طریق من میاد تعالیم خداست. دقیقا. من نبی خدا هستم و دقیقاً دوباره حالا اینجا یه موضوع مسئله نبی مطرح میشه. کسی که نبی خداست، نماینده خداست، از طریق اون خدا داره حرفاش رو میزنه و احکامش رو میگه. تثنیه لطفاً این مسئله نبوت رو که میخوایم مطرح بکنیم، تثنیه 18:22 رو هم لطفاً واسمون بخون. 18:22 هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی که آن را از روی تکبر گفته است، پس از او نترس. اوکی، پس اینجا حالا صحبت نبی دروغ و نبی راستینه، ولی اگر نبی حرفی زد که تحقق پیدا نکرد، اون داره از خودش حرف میزنه. ولی نبی راستین وظیفش چیه؟ داره کلام خدا رو مطرح میکنه. پس میگه که اون چیزی که وقتی که یک نبی در نام یهوه سخن میگوید، اگر اون اتفاق نیفته، اون موقع یهوه سخن نگفته است. ولی اگر اتفاق بیفته و نبی درستی باشه، اون اتفاق میفته و حرف نبی حرف خداست. نه اینکه نبی خداست، ولی از طریق اون خدا داره صحبت کلام خداست. این حالا تورات، یوشع کتاب بعد از تورات، بعد از پنج کتاب اول عهد عتیق بهش میگیم تورات، کتاب یوشع. تو یوشع دوباره ببینیم آیه 1
باب یک منظور ببخشید فصل یک آیه یک و واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشع ابن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت آره. پس دوباره خدا داره صحبت میکنه با خادمینی که دارن بعد از موسی میان. توی کتاب داوران دوباره ما میبینیم داوران فصل یک آیه دو داوران یک دو یک دو میفرماید خداوند گفت یهودا براید اینک زمین را به دست او تسلیم کردم. پس دوباره همش الان میگم تمام کتاب مقدس اینطوری نوشته نشده ولی آیات خیلی زیادی داریم که دائم یا خدا داره میگه یا مردان خدا دارن زیر نفوذ روح خدا کارهای خدا رو برای ما توصیف میکنن، گناهای قوم اسرائیل رو دارن برای ما توصیف میکنن، رابطه خدا با انسان رو، احکام خدا رو نبوت میکنن که در آینده چه اتفاق میفته، دارن قوم اسرائیل رو دعوت میکنن که خدا رو بپرستن، سرود بخونن، زیبایی اون رو بگن، توصیف کنن نیکوهیاشو. پس انواع و اقسام میبینیم که ادبیات داره استفاده میشه ولی محور اصلی عهد عتیق خود خداست، حرف خدا، کار خدا، شخصیت خدا. حالا آیات زیادی هست که تو قسمت بعد بهش میرسیم ولی میبینیم که پس این نیستش که بگیم عهد عتیق یه سری داستان و افسانه و اسطوره است که قوم اسرائیل با همدیگه جمع کرده حالا بعداً بهش گفتن این کلام خداست. نه، از اول میبینیم با حرف خدا داره شروع میشه، مثلا تو خود پیدایش خدا گفت و شد. پس با کلام خدا کتاب مقدس شروع میشه و میبینیم که محور اصلی کتاب مقدس خود خدا هستش. خیلی ممنون از توضیحاتتون دوستان. ما در استودیو پخش برنامه ای را آماده کردم، به اتفاق میبینیم و باز به اتفاق برمیگردیم و همینجا در بخش بعدی منتظر ما باشید در همین استودیو. دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد، سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است، چطور می‌توان او را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. دوستان برمیگردیم به استودیو و در خدمت شما عزیزان هستیم و پس خودمون رو ادامه میدیم با جناب دکتر ساسان. مرسی عزیزم. پس آیات مختلف رو داریم تو عهد عتیق نگاه میکنیم که این کتاب ها کلام خداست، بله، اینو الهام گرفته از خداست و اینا فقط حرفای یه سری یه قوم نیست درباره یه تاریخ و اسطوره و افسانه های گذشته. حالا یه قسمت های دیگه هست تو کتاب مقدس که اینطوری مستقیم نمیگه خدا گفت و خدا کلام خدا به فلانی آمد، ولی نویسنده های این کتب از انبیای عهد عتیق حساب میشن، مثلا مزامیر داوود یا امثال سلیمان و یا نوشته های دیگه تاریخی کتاب مقدس که در سنت قوم یهود نسبت دادن این نوشته ها رو به انبیای مختلف و گفتیم که انبیا کلامشون وقتی که انبیای راستین باشن مأموریت گرفتن از خدا که کلامشون کلام خداست. وقتی که از طرف خدا نمایندگی خدا به قوم اسرائیل دارن حرف میزنن، پس چیزی که دارن میگن
از طرف خدا تایید شده و انجام میشه. انجام میشه و کلام خداست. پس میگم هر قسمت کتاب مقدس یا آیه اولش نداره که این کلام خداست و دکتر گایستر اشاره میکنه مثلا کتاب روت، اول و دوم سموئل، اول و دوم پادشاهان، اول و دوم تواریخ، عزرا و تاحت و نحمیا، اینا توش خب مثلا عزرا و نحمیا خودشون نبیان ولی پس کتابشون ولی نمیگه که خدا گفت، ولی داره مأموریت این مردان خدا رو از طرف خدا برای بنای قوم خدا داره برای ما توضیح میده. پس این نوع کتاب ها هم میبینیم توی کتاب مقدس هست. یا مثلا ایوب نمیگه این کلام خداست، وحی مستقیم، ولی صحنه اول صحبت خدا با فرشته ها و شیطان هست. پس خود خداست که، روح خداست که این نویسنده رو هدایت کرده برای یکم چین صحبت هایی که بتونه طرف بنویسه. و میگم اشاره میکنه دکتر گایستر به نوشته های مثل امثال و مزامیر، ولی میگم تمام قسمت های کتاب مقدس تمام قسمت ها گفتیم کتاب مقدس تقسیم بندی شد تو عهد عتیق به دو قسمت، تورات و انبیا، یا بعداً تورات، انبیا و نوشتجات یا کتاب های حکمت. و تمام این قسمت ها میبینیم که یا مستقیم داره میگه خدا گفت، یا نبی این کتاب ها رو نوشته که از طرف خدا مأموریت داره برای قوم خدا سخن بگه. حالا بریم به سراغ خود قسمت انبیا تو عهد عتیق. از اشعیا میخوام خیلی سریع واسمون بخونی، اشعیا 1:2. اشعیا نبی باب 1:2. ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن میگوید. پس این دوباره سخنان خداست. بعد میبینیم بعضی جاها اشعیا داره به عنوان یک نبی صحبت میکنه، بعضی جاها خود خداست داره مستقیم صحبت میکنه، ولی تمام این نوشته زیر الهام روح خدا انجام میشه. ارمیای نبی فصل 1:11. ارمیای نبی میفرماید که پس کلام خداوند بر من نازل شده گفت، ای ارمیا چه میبینی؟ کلام خدا بر ارمیا نازل شد. حزقیال فصل 1:3. حزقیال 1:3. میدونم که این مقدار زمان میبره ولی ببخشید. آره ببخشید، من باید چندین تا آیه دیگه هم نگاه بکنی رضا جان. بله، ارمیا باب حزقیال باب 1:3، کلام یهوه بر حزقیال ابن بوزی کاهن نزد نهر خابور در زمین کلدانیان نازل شد و دست خداوند در آنجا بر او آمد. آره، پس دوباره کلام خداوند بر حزقیال نازل شد. و بعد اشاره کرده بودیم تو جلسات گذشته درباره تقسیم بندی کتاب مقدس که بعد ما 12 کتاب آخره عهد عتیق، کتاب‌های آخر عهد عتیق، انبیای کوچک بهشون میگیم. بله، به خاطر اینکه اینا آدمای کوچولویی نبودن، نوشته‌هاشون کوتاه، کتاب‌های کوتاهی دارن. ازش میخوام چند تا اشانتیونی نمونه بخونی از انبیای کوچک. آیات اول این کتاب‌ها مثلا چی میگه به ما؟ از دانیال که ما اشاره نکردیم. نه، از برو از هوشع گفتیم، میخوام شروع بکنی. آره، هوشع باب 1:1 میگه که کلام خداوند که در ایام عزیا و یوتام، آحاز و حزقیا پادشاه یهودا، در ایام یروبآب ابن یوآش پادشاه اسرائیل، بر هوشع ابن بعیری نازل شد. آره، حالا شما یه عالم اسمای قلم سلام بخونید نفهمیدیم آخر چی شد، ولی این قسمت اول و آخر جمله رو بخون. میگه کلام خداوند که در این ایام در هوشع نازل شد. اوکی، کتاب بعدی یوئیل نبی باب 1:1، کلام خداوند که بر یوئیل ابن فتوئیل نازل شد. دوباره یونس، آموس رو میخواییم بخونیم. یوئیل رو خوندیم. آموس نبی کلمات باب آیه 3 میگه خداوند چنین میگوید به سبب. آره، پس خداوند چنین میگوید. حالا میگم من نمیخوام به هیچ عنوان ادعا بکنم، همین بسه از این همه این انبیای کوچک این رو میگن، ولی نمیخوام ادعا بکنم که هر فصل کتاب مقدس، هر کتاب کتاب مقدس اینطوری مستقیم میگه خداوند چنین میگوید. ولی یه اشاره کردم جلسات قبل، حالا اینجا دکتر گایستر میگه توی عهد عتیق، کل عهد عتیق 3808 بار این جمله خداوند میگوید، کلام خداوند نازل شد. این یعنی
یه اشاره‌ای که خداوند داره صحبت می‌کنه با قومش، خداوند می‌فرماید 3808 بار تو عهد عتیق اومده. این همچین تعداد کمی نیست. پس می‌بینیم که این کتاب‌های عهد عتیق چه مستقیم بگه این کلام خداست که به من نازل شد، چه نگه محور صحبت‌ها خداست، شخصیت خدا، رابطه خدا با انسان، نقشه خدا با انسان، دستورات خدا، آینده‌ای که خدا برای قومش داره به تصویر میکشه، اشاراتش به مسیح، احکام خدا، اشاراتش به مسیح موعود. پس میخوام بگم که خدا حرف اول و آخر عهد عتیقه. پس وقتی میگیم عهد عتیق کلام خداست، حرف خیلی همچین علکی نزدیم، حرف بی ربطی نیست. و میگم از آیه اولش که پیدایش خدا گفت تا آخر که وعده اومدن مسیح رو میده در ملاکی، اون مسیح موعود که میاد، میبینیم که پس خدا محور عهد عتیقه. پس 3808 بار این جمله های خدا گفت، یهوه گفت، خداوند کلامش نازل شد رو ما میبینیم تو کتاب مقدس، تو عهد عتیق. حالا ببینیم که عهد جدید، و میگم دکتر گایسر حالا صحبت های دیگه ای داره درباره معنی نبی تو عهد عتیق، و اگه کسی نبیه پس کلام نبی به عنوان نماینده خدا وقتی داره از جانب خدا صحبت میکنه کلام خداست. و نویسنده های قسمت های مختلف هم که متن نمیگه خدا گفت، ولی از انبیای خدا بودن، پس نوشته های اونا هم حساب میشه به عنوان کلام خدا. حالا دیگه وارد این صحبت نمیشیم، بریم سر عهد جدید. عهد جدید اینو حالا میگم بارها و بارها هم گفتیم توی جلسات گذشته، دوباره میخوام تکرار بکنم، یه مقدار به جزئیات بیشتری نگاه بکنیم. ولی عهد جدید بارها و بارها میبینیم مسیح و شاگردان مسیح به متون، میگم فارسیش نمیدونم، گفتیم چی میشه، کتب میشه، کتب عهد جدید. نه عهد جدید وقتی به عهد عتیق اشاره میکنه میگه کتب یا نوشتجات، یا نوشته به نوشتجات میگه، کتب میگه، اوکی، یا یه چیز هم مکتوب است میگه مثلا، okay. آره. انگلیسی میگیم scriptures، یعنی اون متون، کتب. ولی منظور از اون کتب یا نوشتجات، کتب تورات هم اشاره میکنه، بله، کتب عهد عتیق هست، کتب عهد عتیق که الهامی هستش و اشاره های زیادی هست. مکتوب است، مکتوب است که مسیح اقتدار کتاب عهد، اقتدار عهد عتیق برای مسیح بالاترین اقتدار کلام خداست. برای مسیح جای شک نیست که اون چیزی که عهد عتیق میگه خداست که داره میگه. توی جلسه اشاره کردیم اون حرفی که داوود تو مزمور زده، مسیح تو عهد جدید میگه خدا گفت. اون حرفی که اشعیا تو عهد عتیق زده، یوحنا میگه خدا از طریق اشعیا گفت. اون حرفی که موسی زده عهد جدید میگه خدا این رو از طریق نبی گفت. پس این یه حرف یه شخص نیست، حرف خداست. و بارها این رو میبینیم. اشاره های زیادی هست. انجیل متا 21:42، انجیل متا 22:29، مسیح داره با فریسیان بحث میکنه، میگه شما کتب رو نمیدونید، قدرت خدا رو نمیدونید. نشو نگاه کن، متا 22:29، انجیل متا 22:29، عیسی در جواب ایشان گفت گمراه هستید از این رو که کتاب و قوت خدا را در نیافتید. آره، کتاب منظور عهد عتیقه، کتب و قوت خدا رو شما نمیدونید. انجیل متا 26:54 و 56 رو بخون. انجیل متا 26:54 و 56، 26:54، لیکن در این صورت کتب چگونه تمام گردد که همچنین میبایست بشود. اوکی، بعد 56، لیکن این همه شد تا کتب انبیا تمام شود. آره، تمام شود. خب این انگلیسی میگیم fulfill، یعنی مسیح میگه این اتفاقاتی که داره میفته اینا تصادفی نیست، اینا بر طبق نبوت ها و پیشگویی های انبیای عهد عتیقه که باید
تحقق پیدا بکنه، باید به کمال برسه. و آیات خیلی زیادیه تو این قسمت، وقتمون داره تموم میشه. توی نوشته، توی صحبت‌های مسیح، چه تو متی، چه تو لوقا، چه تو یوحنا، چه صحبت‌های شاگردان مسیح مثل پولس رسول و پتروس و دیگران، بارها و بارها به اقتدار کتب عهد عتیق که اینها کلام خداست، این کتب باید تحقق پیدا بکنه، این کتب معرف خداست، این کتب احکام خداست. پس این اقتدار کتب مقدس و اینکه مکتوب است، نوشته شده، این حالا میگم قسمت های مختلف این فصل من واردش نمیشم، ولی بارها و بارها نوشته شده، این اصطلاح که مکتوب است. حالا یه قسمت من اینجا نگاه بکنم، بیا بذاریم سر قسمت بعدی که دکتر گایسر، بذار تو این قسمت من اینو سریع بگم. اشاره میکنه به یه نویسنده دیگه، این نویسنده رو من میشناسم، راجر نیکول، استاد من بود، الهیدان خیلی مشهوری بود. راجر نیکول تو یکی از کتاباش اینطوری نتیجه گیری کرده که تو عهد جدید 231 بار نقل قول از آیات عهد عتیقه، نقل قول مستقیم، 19 بار پارافریز، تفسیری نقل قول میکنه، 45 بار اشاره میکنه به آیات عهد عتیق و مثلا میگه نوشته شده، مکتوب است. پس به طور کلی 295 بار تو عهد جدید اشاره به آیات عهد عتیقه، 295 بار، که یه چیزی حدود 4.4% عهد جدید میشه. و بعد اینطوری از هر 22 آیه در عهد جدید یه آیه اشاره به عهد عتیقه. پس بذار دوباره بگم، یه چیزی حدود 295 بار حداقل اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به آیات عهد عتیقه، به اضافه بیش از 613 بار اشاره های نامستقیم به داستان ها و تم های عهد عتیق. پس صدها بار نویسنده های عهد جدید دارن مهر تاییدشون رو روی نوشته های عهد عتیق زدن به عنوان کلام خدا. خیلی ممنون از توضیحات عالی که دادید. با هم دیگه یک برنامه میبینیم و به اتفاق دوستان و یاران همیشگی خودمون به بخش بعدی میریم. در بخش بعدی در همون استودیو در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید. از دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی، عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می‌توانیم روشن پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. بله دوستان، به استودیو برمیگردیم و برنامه خودمون رو ادامه میدیم و با توضیحات برادر بسیار عزیزمون دکتر ساسان توسلی در رابطه با الهامی بودن کتاب مقدس و آماری که داشتن از کتابشون میدادن. بله، یه سری آمار ها داریم، صحبت اینو میکنیم حالا که عهد جدید چطوری، در عهد جدید خود عیسی مسیح یا شاگردان مسیح دارن مهر تایید میذارن روی عهد عتیق به عنوان کلام خدا، به عنوان مرجع، میبین؟ به عنوان اون اقتدار، اون منبع اقتدار، اون استاندارد که باید ازش اطاعت بشه. و توی بحثاش مسیح بارها، چه مسیح، چه پولس، چه شاگردای دیگه، تو بحثاشون با یهودیا به چی
استنادشون به چی هستش؟ تورات. به تورات، به عهد عتیق، به کلام خدا. هیچ وقت مثلا نمیبینیم مسیح یا شاگرداش بگن نه این قسمت الان دیگه به درد ما نمیخوره، این قسمت برای ما نیست، این قسمت دیگه بی خیال. نه، کلام خداست، باید تحقق پیدا بکنه، به کمال برسه در عیسی مسیح. آره، حالا آمار که اشاره کردی میخوام یه سری آمار دیگه هم بخونم. خواهش میکنم. حالا اینجا درس آمار نیست ولی واسه خودم جالب بود. دکتر گایسه تو این کتاب میگه که کلمه کتب یعنی scriptures حدود 50 بار در عهد جدید اومده در اشاره به عهد عتیق. در کتب، در کتب، در کتب. و اشاره کردیم که مسیح میگه شما نه کتب رو نمیدونید، قدرت خدا رو نمیدونید، یا مگه در کتب نیومده همچین صحبت هایی. پس حدود 50 بار فقط کلمه کتب یا scriptures در عهد جدید اومده در اشاره به آیات مختلف یا قسمت‌های مختلف عهد عتیق. و اینجا من همه آیاتش رو که مسلماً نمیتونیم نگاه بکنیم ولی گایستر اینطوری خلاصه بندی میکنه، وقتی آیاتی که به کتب اشاره میکنه تو عهد جدید رو میخونیم، دکتر گایستر میگه که برای عیسی مسیح و نویسنده‌های عهد جدید وقتی میگفتن کتب منظور کل عهد عتیق هست، تورات و انبیا یا تورات، انبیا و مزامیر، این نویسنده های عهد جدید کتب خدا رو ایمان دارن که الهامیه، inspired، الهام خداست، unbreakable، قابل شکست نیست. یادته چند جلسه پیش انجیل یوحنا فصل 10 آیه 35 که کتب رو نمیشه، تو ترجمه قدیمی نوشته محو نمیشه، محو نمیشه. آره، حالا توی هزاره نو نمیدونم، یادم نیست چی نوشته بود، ولی این کد انگلیسیش میگه the scriptures cannot be broken. مسیح میگه از بین نمیره، کتب شکسته نمیشه، نابود نمیشه، از بین نمیره. پس الهامی هستن این کتب عهد عتیق برای مسیح و شاگرداش، قابل غیر قابل نابود شدن هستن، authoritative in disputes، در بحث‌های الهیاتی اقتدار اول رو دارن، بالا رو دارن، prophetic of Christ، دارن مسیح رو معرفی میکنن این کتب عهد عتیق. خود مسیح میگه شما این کتابا رو میخونید ولی منو نمیشناسید، این کتابا دارن درباره من صحبت میکنن. و تو انجیل لوقا بعد از رستاخیزش با شاگرداش که داره قدم میزنه میگه چشماشون رو باز کرد و دید که بابا تمام این کتب تحققشون و اشارهشون و آماده دارن میکنن راه رو برای مسیح. پس دارن مسیح رو توصیف میکنن. تمام این کتب given by the Holy Spirit through the prophets، از طریق روح القدس، از طریق انبیا نوشته شده. پس در واقع کلمه به کلمه کلام خداست. این پس دیدگاه مسیح. ماها که میگیم ما مسیحی هستیم، نمیتونیم کمتر از مسیح دید داشته باشیم به عهد عتیق. حالا این جمله مکتوب است. مکتوب از است. کلمه کتب گفتیم بیش از 50 بار استفاده شده درباره عهد عتیق. این کلمه مکتوب است، گرافه، حدود 92 بار در عهد جدید اشاره شده به عهد عتیق. پس مکتوب است، مکتوب است، مکتوب است. 92 بار این اصطلاح مکتوب است اشاره شده به عهد عتیق. 33 بار در عهد جدید اشاره شده به عهد عتیق که با این جمله‌ای که این اتفاق افتاد که این تحقق پیدا بکنه. این رو نمیدونم حالا فارسی قدیمیش چی میگه، انگلیسی میگه that it might be fulfilled. تو متا اینو خیلی استفاده تا این میکنه. کلام تحقق پیدا بکنه. آره، که این گفته شده الان این اتفاق که داره در زندگی مسیح میفته برای تحقق، یا همچنان که نبی گفته بود. آره، اشاره میکنه به بر طبق پیشگویی ها و نبوت های انبیای عهد عتیق این حقیقت داره در زندگی مسیح اتفاق میفته، that it might be fulfilled. این اصطلاح تو عهد جدید 33 بار تکرار میشه که تحقق عهد عتیق در عیسی مسیح هستش. پس میبینیم مسیح نیومد بگه عهد عتیق رو بندازید دور، کنسل کنید، نه، اومده که تحقق و به کمال برسونه عهد عتیق رو. کلمه تورات یا شریعت هم، یا شریعت موسی یا تورات موسی که به عهد عتیق اشاره میکنه، بارها و بارها استفاده شده توی عهد جدید. عهد جدید یا اصطلاح تورات و انبیا استفاده شده در
بارها و بارها در عهد جدید اصطلاح کلام خدا، کلام خدا استفاده شده بارها و بارها در عهد جدید. نه دیگه آمارشو ننوشته، نه 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 آمارشو ایشون ننوشته. و یه اصطلاحی که من به فارسی ندیدم اصلا چیزی ازش در بیاد، ولی دو بار تو کتاب مقدس، یکی تو رومیان 3:2، یکی تو عبرانیان 5:12 که من نمیدونم اصلا فارسی این کلمه چی میشه، انگلیسیش هست Oracles of God، یعنی مستقیما جمله هایی که خود خدا صحبت کرده. رومیان 3:2 رو نگاه کن تو ترجمه قدیمی ببینم چی میگه. رومیان 3:2 میفرماید که 3:2 بسیار از هر جهت اول آنکه بدیشان کلام خدا امانت داده شده. آره همون کلام خدا، کلام خدا. ولی ما به فارسی میگیم کلام خدا، انگلیسی کلام همین words میشه، ولی اینجا اصطلاح انگلیسی کلمه یونانیش که همون گریکش هم اوراکلزه. اوراکلز یک خیلی تاکید خیلی چیزتری داره، این مستقیم از دهان خدا این کلام انگار اومده، یه همچین اصطلاحی هستش که تو رومیان 3:2 عبرانیان 5:12 این کلمه یونانی استفاده میشه در اشاره به عهد عتیق، اشاره به کلام خدا. و بعد نکته جالب، وقتمون داره تموم میشه، نکته بسیار بسیار جالب واسه من تو این کتاب دکتر گایسلر این هستش که این اصطلاح تورات و انبیا یا موسا و انبیا 12 بار تو عهد جدید استفاده شده، تورات و انبیا یا موسا و انبیا. ولی حالا نکته خیلی جالب تو این کتاب که وقتمونم داره تموم میشه، دکتر گایستر میره توی عهد جدید نگاه میکنه که به چه کتابایی از عهد عتیق تو عهد جدید اشاره شده، یعنی نقل قول یا اشاره. مثلا مسیح وقتی اشاره میکنه به داستان آدم و حوا توی پیدایش، توی بحثش درباره ازدواج، یا یوحنا اشاره میکنه به داستان اون مار، اون توی کتاب خروج هستش که همونطوری که مار برنجی رو موسی بلند میکنه، یوحنا باب سایه 14 فکر که هر کسی که به اون مار نگاه بکنه نمیمیره. مسیح هم مثلا سمبول روی صلیب، هر وقتی رفت هر کی به اون نگاه بکنه حیات پیدا میکنه. پس این نوع اشاره ها که به چه کتاب‌هایی تو عهد عتیق اشاره شده تو عهد جدید، این واسه هم نکته جالبی بود. به تمام کتاب‌های عهد عتیق به غیر از کتاب استر و کتاب غزل غزل‌ها، به غیر از کتاب استر و کتاب غزل غزل‌ها، به تمام کتاب‌ها و قسمت‌های عهد عتیق تو عهد جدید اشاره شد. این نکته خیلی مهمیه که عهد عتیق چقدر اهمیت داره توی نوشته های عهد جدید. و یه قسمت دیگه که من قبلا هم بهش اشاره کرده بودم، دوباره توی لیست خیلی جالب اشاره میکنه دکتر گایستر که به چه داستان هایی تو عهد عتیق مثلا اشاره شده تو عهد جدید. خلقت آسمان و زمین، خلقت آدم و حوا، ازدواج آدم و حوا، وسوسه در باغ عدن، نااطاعتی آدم از فرمان خدا تو باغ عدن، داستان فرزندان آدم، نمیدونم ابراهیم، بله بعد ایناک، نمیدونم طوفان نوح و تولد ابراهیم، خواندگی ابراهیم، ملکیزدک، اسماعیل، اسحاق، خنوخ، لوط، تولد اسحاق، نمیدونم داستان موسی با بوته آتش، در بوته آتش، داستان خروج و غیره و غیره، یعنی داستان یونس، الایجا، دانیال نبی، ایلیا. پس از تمام قسمت‌های عهد عتیق، از خیلی از اتفاقات تاریخی عهد عتیق، از شخصیت‌های عهد عتیق ما می‌بینیم که تو عهد جدید اشاره شده و مهر تاییدش رو مسیح و شاگرداش روی حقیقت عهد عتیق و حقیقت تاریخی و اینکه این کتب کلام خداست رو می‌بینیم بارها گذاشته میشه. به اینجایی که پولس رسول، دوباره با این آیه میخوام تموم بکنم، تو دوم تیموتائوس 3:16 تمام کتب
الهام خداست، الهام نفس خداست، نفس خداست. دیگه از این بالاتر یه نویسنده نمیتونه چیزی بگه درباره الهامی بودن عهد عتیق. حالا تو جلسه بعد وارد خود عهد جدید میشیم و الهامی بودن عهد جدید رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین. خیلی خوبه که ما وقتی متوجه میشیم که هیچ اقتداری بالاتر از کلام خدا توی زندگی ما نیست، چقدر خوبه که اون رو توی قسمت‌های مختلف زندگی روحانیمون به کار بگیریم، از اون استفاده بکنیم، توی جنگ‌های روحانی، توی مصائب زندگیمون، توی مشکلات کلیسایی حتی بدونیم که هیچ اقتداری بالاتر از این نیست، از اون کمک بگیریم، چون این کلام خداست، کلام نفس خداست و این توی زندگیمون قدرتش رو به کار ببریم. بله. و خود مسیح هم به نظر من زیباترین نمونه که حالا میگم خوبم نخوندیم ولی بهش اشاره کردیم توی یک از این برنامه‌ها، خود مسیح وقتی وسوسه شد در بیابان آیات تثنیه از تورات رو استفاده کرد در مقابل این وسوسه ها. پس اگر مسیح خداوند قدرت میگیره از کلام خدا در مبارزه با وسوسه ها، چقدر برای ما نمونه است که ما باید متکی باشیم به کلام خدا، اون کلامی که از دهان خدا میاد و مهمتر از نان روزانه برای ماست برای زندگی روحانی. خیلی ممنون از توضیحاتتون. من باید با این استاد شما یک دیداری بکنم، یک طرح کار پیشش بگذارونم، این آمار رو یاد بگیرم. خیلی خوبه که ما با دقت کلام خدا رو مطالعه بکنیم، به خصوص برای عزیزانی که تازگی پیرو عیسی مسیح شدن و با کلام آشنا شدن. خوبه که با دقت بخونن، این آمارهای رو پیگیری بکنن و ببینن کدوم قسمت‌های عهد جدید در کجای عهد عتیق مشترک هست و اشاراتی که به هم دیگه میکنن، اینها رو بررسی کنن. وقت ما اینجا تموم شده. از توضیحات شما ممنونم. دوستان عزیز بیننده از همراهیتون ممنونم و میخوایم که باز هم برای ما ایمیل بفرستید، سوالات خودتون رو ارسال کنید. تا دیداری دیگه، برنامه دیگه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرودتون.